بسم الله الرحمن الرحیم، مهدی سلیمانی هستم از شبکه پرورش. همانطور که بارها گفتیم، اصلی ترین هزینه پرورش جیره است که حدود 70% از کل هزینه ها رو شامل میشه و پرورش دهنده ها همیشه در پی این هستن که هزینه جیره شون رو بتونن با راهکارهایی کاهش بدن و دنبال جایگزین هایی برای ذرت و سویای مرسوم هستن. متاسفانه مثل همه کارهای دیگه که میخواد انجام شه، معمولا انحرافاتی در این شاخه پیش اومد، از جمله جایگزین هایی که میتونه به سلامت پرنده و به سلامت خود ما آسیب بزنه. امروز میخوام به دو مورد از این موارد بپردازیم: پودر خون و پودر جوجه. اما پودر خون چیه؟ تو کشتارگاه های دام مثل شتر، گوسفند، گاو و شترمرغ، خونهایی که جمع آوری میشه طبق پروسه خشک میشه، پودر میشه که محصول تولیدیشو میگن پودر خون، که یکی از موارد بسیار نامناسبیه که در برخی از واحد ازش استفاده میشه. و مورد بعدی پودر جوجه است. در واحدهای جوجه کشی، در ساختمانهای جوجه کشی، همه تخمها تبدیل به جوجه نمیشن. بعضیشون جوجه تو خود تخم خفه میشه یا بیرون نمیاد از تخم، برخیشون اصلا نطفه دار نیستن و برخیشون که جوجه در میاد نامناسبه و تلف میشه. تمام این مازاد و این پسماندهایی که میمونه رو وارد دستگاهی میکنن و تبدیل به ماده میکنن که بهش میگن پودر جوجه. و پودر جوجه هم مثل پودر خون متاسفانه در برخی از واحدها، بالاخص تو واحدهایی که مرغ بومی یک روزه و یک ماهه میکنن و عرضه میکنن، استفاده میشه، که هم میتونه پرخطر باشه برای سلامتی جوجه و هم برای سلامتی ما در پیام.